نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه، چهارم، پنجم و ششم ربیع الثانی سال 1446 برگزار شد. در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سوال های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تکلیف هزینه های سنگین درمان و عدم توان پرداخت آنها توسط خانواده ها فرمودند، در چنین شرایطی پرداخت هزینه های چنین خانواده هایی بر عهده بیت المال است و اگر حکومت در اختیار زمامدارانی همچون بنی امیه و بنی عباس است که بیت المال را در چنین مواردی صرف نمی کنند، پرداخت هزینه این خانواده ها به عنوان واجب کفایی بر عهده مسلمین است. معظم الله در ادامه فرمودند، این وجوب کفایی بر عهده همه مسلمانان است و فقط شامل اقوام و نزدیکان نخواهد بود، چرا که خانواده و اقربا در این حکم خصوصیت ندارند. ایشان همچنین تأکید فرمودند، اگر به مقدار کفایت برای حل مشکل این گونه خانواده ها افرادی وجود داشتند و مشکل آنان حل شد، تکلیف از دیگران ساقط است. اما اگر به مقدار کفایت وجود نداشت، واجب عینی بر کسانی خواهد شد که قادر به رفع مشکل این گونه خانواده ها هستند و پول دارند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. کی؟ اونی که قطع میکنه حتی ولو پزشک باشه ضامنه، حق نداره قطع کنه. فقط اما این ورثه یا غیر ورثه اگه ندارن یا نمیکنن یا هرچی، اونی که نمیتونه تکلیفی نداره، اونی که میتونه تکلیف داره، بده پولو خرجشو بده. یکی گردنش نباید قطع کنه، کرد گردنش یعنی سبب مردن شده دیگه گردنش. خب ببینید اگر این که مأموره از اختیار خارج بود، آها ضامن اونیه که امر کرده، اگر نه مباشر این مسئوله، مگر اینکه مباشر حیوان باشه یا بچه باشه یا دیوانه باشه یا اینا، اگر نه مباشر مسئوله. بله. میدونم اونی که جدا میکنه اون ضامنه، مگر چرا؟ چون اون سبب موت شده. نه واجبه، واجبه بر پزشک و غیر پزشک کفایتاً، وجوب کفاییه که نذارن این الان بمیره. میدونم کسی نمیکنه، یه وقت خود دستگاه پزشک بر نمیداره خودش میمیره، آها. اما وقتی که پزشک برداشت این مباشره، مباشر مطلقا مسئوله، مگر اینکه مباشر حیوان باشه یا مجنون باشه یا امثال اینها، اگر نه مباشره. بله اونی که امر بهش کرده اون کار رو بی خود کرده، اما این مباشر حق نداره این امر را امتثال کنه. لا طاعت لمخلوق بی معصیت الخالق. حق ندارن این درخواست را
میتونن خانواده بگن ما نمیتونیم پرداخت کنیم. وقت اما نمیتونن بگن تو دستگاه رو وردار. این کار نمیتونن اجازه بدن. حق ندارن. نه جایز. اما ضامن نیستن اینا. جایز نی برای اینا که برای خانواده بگن دستگاه رو وردار. این کار حرومه برای. اما زمان نداره. زمان مال اونیه که دستگاه رو برمیداره که مباشر باشه. این را شیخ در مکاسب به یه مناسبتی دارن که اگه ظالم به کسی داره شلاق میزنه میگه تو اینو بکش، اگر نه من تو رو میکشم. یه حق نداره اون رو بکشه.